صبر کن فرزندم. نمیشه. صندوقچه رو با خودمون نمیبریم شیخ. اجازه هست؟ بفرما. سلام علیکم. علیکم السلام. وقت رفتن از قبیلتون فرا رسیده فرزند. شما رو بازم میبینم. حتما یه روز هم دیگر رو میبینیم. از آندلوس تا به اینجا توقفگاه های زیادی داشتیم. چند اینجا قلبشون رو به روی ما باز کردن. اما هیچ کدوم مانند قبیله یکایی آرامش نداشت. خدا از شما راضی باشه. ممنونم. در روزهای سخت مهمون ما شدید. شاهد روزهای سختتون بودم. اما همونطور که یک زندگی جدید از یک بذر می رویه، در جهان اسلام هم شاهد یک رستاخیز جدید شدم. دیگه هم مجلس هم شکار برای تو ارتقال. یادت باشه. صاحب وظیفه‌ای شدی. خدا به تو و قبیلت قدرت بده و راه تو روشن کنه. آمین. شما هم راهتون روشن باشه. صندوقچه رو فراموش کردید یا شیخ؟ پسرم، همونطور که قبلا به تو گفتم، امانت به دست صاحبش رسید. فعلا درشو باز نکن. روزش که برسه در اون بروت باز میشه. میتونم بپرسم داخلش چیه؟ هدیه‌ای برای تو که زمان انجام وظیفه، وقتی دچار گرفتاری و خستگی بشی، این هدیه به تو کمک خواهد کرد. باز کردن صندوقچه کمی سخته. همیشه شکستن پوسته و دستیابی به گوهر درونش سخته. به وقتش اون پوسته رو شکسته و به گوهرش دست خواهی یافت. چه خاتون، سل جنو به تو میسپارم. نه تنها اون، بچه‌رم همینطور. راهتون روشن باشه. گونده و دخان نگران نباش. هم حلیمه هم حایمه خاتون پیش ما. انشالله خوهرم هم تا وقتی شما برگردین حالش خوب میشه. انشالله. خداحافظ. سلطان حلیمه، به جمع ما خوش اومدیم، صفا آوردیم. از شما ممنونم. حرفتون باعث افتخارمه. نگران سلجان خاتون نباشید. خداوند راهتون رو روشن کنه. آمین. خدا نگهدار.
حال سلجان خاتون چطوره؟ راهمون طولانی، اگه میخوای سلجان خاتون رو تنها نذار. مگه ممکنه برادر؟ حالا که اوغوزها با مغولا وارد جنگ مرگ و زندگی شدن، همونطور که پدر گفت باید متحد باشیم، یکی باشیم. برای اینکه نشون بدم منم همراهت هستم، منم حتما میام. همه چی آماده است بامسی؟ ما همیشه آماده ایم خواهد. برادر، اینجا رو به تو میسپاریم. ممنون. این انگشته را پدر بزرگم گوک آرد به پسرش قزل بوگا داد. قزل بوگا هم به پدرم کای آرد. منم حالا اینا به تو میسپارم. شاید رفتم و بر نگشتم. به وقتش تو باید اینا به خانه قبیله بدهی های من. این در اصل وظیفه تو خان.
نباید اونطوری با طرف میزدم خواهر. هر چه قدم خطا کارو گناه کار باشی نباید باید اونطوری حرف میزدم. باید توبه کردن تو باور میکردم خواهر. منو ببخش خواهر. تو پاره ی تن منی خواهر. یه پاره ی تن دیگه هم تو راه داری خواهر. باید زنده بمونی به خاطر گونده و دخان. به خاطر بچت باید زنده بمونی خواهر. تسلیم نشو خواهر. گوچه معلومه که گندوی دو هم مثل سلطان سلیمان اونو بخشیده. خدا رو شکر. دیگه همه چیز مثل گذشته زیبا میشه گوکچه. بعد از این با مقصر دونستنه خودمون و بقیه سایه ای روی این خوشی که با اشکای خونین به دست آوردیم نندازیم. به اذن خدا دخترم سلجانم حالش به زودی خوب میشه. انشالله دیگه تو قبیلمون غما تموم میشه. متوجه میشی دخترم؟ منم تیتوس. متوجه نشدم شما هستید سرورم. چیزی که خواستم آوردی؟ بله سرورم. خبری هست؟ استاد تیتوس، سلیمان و پسرانش در کاروانسرای نزدیک رود فرات با خانهای اوغوز دیدار خواهند کرد. با خانهای اوغوز؟ چه خبره کارنلیوس؟ این ترکیه یا دنبال چیه؟ گویا در پی اتحادی علیه مغلها هستن. لعنت بهشون. قاصد سلجوقیان میاد؟ بله سرورم. علایالدین کیقوباد وزیر جلال الدین کاراتای رو خواهد فرستاد. این اتحاد
نه تنها علیه مغول ها، در این حال به معنای اتحادی علیه ارتش صلیبی هم هست. این آدم ها اگه یه بار با هم متحد بشن باعث از بین رفتن همه ی ما میشن. کورنلیوس، نباید اجازه بدم که سلیمان و فرزندانش هرگز به کاروان سرا برسن. میخواد چیکار کنم سرورم؟ سریعا راهی شو، من میرم دنبال ارتاقو، بقیه افرادم جمع کن. هوا رو به تاریکیه، شبا اینجا سپری میکنم. اطراف رو بررسی کنیم. به روی چشم کن. روز هاست تو راهی مرا حرفی نمیزنی، همه رو ناراحت کردی، ولی بیشتر از همه پدرم. خودتو جمع جور کن، ما وظیفه سنگینی داریم. حق داری برادر، اما مدام به فکر سلجنم و اون تیتوس کافر. خداوند بزرگ سلجانو بهت میبخشه، به این باور دارم. و در مورد تیتوس، اونم من به دست تو میدم. تاوان بلاهایی که سر دوندار و زن برادرم آوردم تو بس میگیری. به من اعتماد کن. پدر میخواد با ما حرف بزنه. بشینید پسرانا.
اطراف امن و امانه خان. تیتوس حمله نکرده، حتما در حال ترتیب دادن تاری برای ماست. حق با توئه بابا، فهمید که حمله مستقیم به ما چه عواقبی داره. حتما در اطراف کاروانسرا تله میذاره. انشالله تا فردا شب به کاروانسرا میرسیم. انشالله فرزندم، انشالله. تعدادمون کمه و وظیفمون مهم. میتونیم از مسیری که به فکر کسی نمیرسه بریم و اونو غافلگیر کنیم. این بار ما باید اونو تو تله بندازیم بابا. بدون آسیب رسیدن به کسی باید این کارو انجام بدیم. اما مهمتر از همه، صحیح و سالم به کاروان سرا برسیم. مرهم آماده است. ایگیش گفت سریعا به زخم بزنید. من این کارو انجام میدم. حلیمه تو دیگه برو. مادر حلیمه صبر کن دخترم، یه حرفایی باهات دارم. میخوام گیلیم خونه رو گسترش بدی. از شام تا قونیه همه مردم سراغ گیلیم ها و دست بافتای ما رو میگیرن. خدا رو شکر. حتی تاجرایی که از قسطنطنیه میان، اونام سراغ اجناس ما رو میگیرن. دلی دمی رو میفرستیم به حلب تا دارای تازهی بخره. اما این خیلی هزینه بره. غنایمی که از شوالیه ها به دست آوردیم و صرف این کار میکنیم. یه چیز دیگه هم هست. هم سلطان سلیمان هم من میخواییم بعد از این تو مسئول گلیم خونه باشی. پس تدارکات جشن ادامه دار خواهد بود مادر؟ البته که ادامه داره دخترم. قرار نیست از خوشی محروم بمونیم مگه نه؟ حق با توه، درست میگی. انشالله دخترم سلجانم به اذن خدا حالش خوب میشه. میگم قبیله به آرامش میرسه، اما علت این دلنگرانیمو اصلا نمیفهمم. حلیمه خیلی خسته ای مادر، یکم استراحت کن. ما تدارکات گلیم خونه رو آغاز میکنی، شما نگران نباش. سلامت باشی دختر زیبای من. سلام. مرهم رو به سخمش بزنی. شما دوتا اینجا، شما هم سر جاتون. پشت این بوته ها دو نفر دیگه مستقر کن. اول آها شروع میکنه، بعد گروه کمانداران به آلپا حمله میکنن و در آخر هم سواره ها. اتو از سر برن همه سر جاشون.
چی شد؟ رفت آمدی نیست. چه کنیم قربان؟ آماده بشیم. میریم به کاروانسرا. آماده بشیم. میریم. فرار کن ارتغرال. ببینم تا کجا میتونی فرار کنی. اگه بانو چیچک دل وقتی کسی شده باشه چی کار میکنی؟ به نظرت مگه زنبورا اون گل زیبا رو تنهاش میسرن اخه برادر؟ فرضن که زنبورا ترسیدن چون بانو کمی عصبیه، ولی اینکه پدرش اونو با مردی که گند و گن و جنگجوه راهی بخت کنه، اون موقع میخوای چیکار کنی؟ باز چی میزنی؟ چرا حرفای بدیان میزنی؟ مگه من چی گفته؟ حرفای منفی برادر تارگات. این خروس خجالتی نمیتونه حرفی بزنه و کاری بکنه. حالا که دل باختی اون دختر شده، باید بهش تلنگر زد و فهموند. امان از دست تو. ببینم تیتوس وقتی ما رو نبینه چی کار میکنه. تا کاروان سرا دنبال رد ما میگرده. این آخرین نقشش میشه بابا. سلیمان برکوت. خوش آمدی. سلامت باشی. خوش آمدی سلطان. خوش آمدی سلطان. خانهای پرآوازه اوغوز سلامت باشید. ماشاءالله با شیر پسرات پا روی گلوی صلیبی ها گذاشتی. برای اینکه دوباره ارتشاشون رو جمع کنن و به ما حمله کنن باید چند این سال سهر کنم. چون دایشون هستم نمیگم، ولی تا وقتی این شیر پسرها رو داری ارتش اونا رو هم نابود میکنی. ایوالله کرکوز، ایوالله. خوب، حال خواهرم هایمه چطوره؟ سلام رسوند. دست بوس شماست کرکوز. کرکوت خانم اینجاست. خب دقیقا وقت حرف زدنه. سراغ بانو چیچک رو بگیرین؟ میخوایید منو دیوونه کنین؟ بر کنار. بیا یه خورده سر به سرش بذاریم. صبر کن، فعلا کار داریم. بابا
جناب ارتغرل ما رو از مصیبت بزرگی نجات دادن سلطان سلیمان. ایوالله. سلطان سلیمان اینجا نیست چون که با کفار صلیبی هم دست شده. دروغه. این بی‌حیثیت به ما تهمت میزنه. کسایی که در جهان اسلام بذر تفرقه کاشتن، کسایی که میخواستن مانع سر بر سجده گذاشتنمون در اورشلیم باشن، حالا میخوان اوغوزها رو با هم دشمن کنن و دولت سلجوقی رو سرنگون کنن. صلاح الدین ایوبی ارتشش رو به این انسان نما سپرده که متاسفانه الان داره به عنوان سگ صلیبی خدمت میکنه. سلام علیکم. علیکم السلام. علیکم السلام. سلطان سلیمان و پسراش ارتغرل و گنده دو اومدن جناب وزیر. از پیروزی که با فرزندانتون به دست آوردید با خبر شدیم سلطان سلیمان. سلطان علایالدین کیقوباد خواست از طرفش سلام و تبریکش رو به تو و فرزندانت برسونم. ای والله وزیر کراسای، سلام منم به اون برسه. بابت ازدواجش با ملکی شام هدایایی که براش آوردیم را بپذیر. ای والله سلطان سلیمان، اگر تلاش شما نبود ازدواج سلطان انجام نمیشد. محبت و احترام سلطان همیشه شامل حال تو خواهد بود. خدا راضی باشه. بفرمایید بنشینید، کمی استراحت کنید، دوغ بیارید، خواهرزاده هم استراحت کنن. بفرمایید. 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 ارتغرل اومد. ریش سفید را امشب ارتغرل رو به عنوان مهمان میپذیریم. خاتون‌ها، صحبت‌هایی با اتون دارم. روزهاست که بی‌وقفه کار می‌کنید. بعضی ها ریزهندگی می‌کنن و بعضی ها گلیم بافی. عده‌ای لباس می‌دوزن و عده‌ای زره آماده می‌کنن. اما علی‌رغم دارایی که از حلب خریدیم هنوز به اندازه درخواست جنس آماده نکردیم. می‌دونم که خیلی خسته شدیم، اما اگه دوباره راهی کوچ بشیم وضعمون چی میشه؟ در ذهن تعداد لباس ها و زره هایی که برای آلپا آماده کردیم خیلی کمه. خاتونا، تا وقتی که سلطان سلیمان به قبیله برگرده به تعدادی که ایشون تعیین کرده باید جنس آماده کنیم. من میخوام به دختران داوطلب هنرم آموزش بدم. اگه تعدادمون زیاد شه میتونیم جنس بیشتری تولید کنیم. فهمیدین خاتون ها؟ فهمیدین حلیم خاتون. فهمیدین. سلامت باشید. خدا قوتتون بده. سلامت باشید. های در آینده میخواد مادر قبیله بشه، معلومه. از الان میخواد به چشم مادر شوهرش جلوه کنه. Thank you.
پشتت چطوره بابا؟ بعد از مصیبتی مثل کردوغلو این که چیزی نیست پسر. چه مصیبت هایی که از سر گذرونده؟ از قصر قونیه تا قصر قاهره، این که در مورد تو برادرت با تحسین حرف میذارن باعث افتخار من میشه. سرم استعدادها و ذکاوت تو چندین برابر من. استغفر الله بدن. بایدم باشه. صفات خان و دولت مردان رو از بین ما تنها تو گرفتی. بعد از خوش سخنی و استعدادهای تو این واقعیت رو خودمم دیدم. این که قبیلمون تا ابد کوچ‌نشین نخواهد موند رو تو به ما نشون دادی. بعد از مرگم بار تمام قبیله روی دوش تو خواهد بیفت. بابا برادرت هم اینو خوب میدونه پسرم. پذیرفته. تو هم باید برای این کار آماده باشی. قطعا با یک وظیفه جدید به قبیله برمیگردی. هر چی صلاح همون میشه. آمین پدر. خب بعد چی شد آلب کنور؟ بانو چیچک با اون مرد ازدواج نکرد ترگوت. عجب، وقتی این همه خواهان داره خب چرا بین این همه خواستگار یکی انتخاب نمی کنه؟ میگن دلداده کسیه. عجب بابا، این مرد چی هست الا؟ ارتغرل خان رو ندیدین؟ چرا داره میان؟ دوان چی کار میکنه؟ به خدمتکاران کاروانسرا رسیدگی میکنه خان. همونطور که گفتی برادر، اگه بینشون شوالیه‌ای پیدا بشه اصلا تعجب نمیکنم. من و بامسیم دور اطراف رو بررسی میکنیم ببینیم تیتوس تا به اینجا اومده یا نه. احتیاط کنید. بروی چشم خان. بروی چشم خان. ترگوت از این افشین اصلا خوشم نمیاد، مخصوصا این بار که با خان خیلی عجیب رفتار میکنه. داره بیشتر عصبی میکنه. عصبی میشم برادر. ما باید به کارمون برسیم برادر. بریم. تو تنها میری. تو چرا نمیای افشین؟ ارائه ای از نواوا. بفرما.